سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی زندگی شخصی محسن چاوشی و ماجرای عجیب مصاحبهش با مجله لس آنجلس تایمز میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. سالها پیش دل تو دل هوادارها نبود برای شنیدن آهنگهاش پشت کامپیوترهای پنتیوم. با اینترنت‌های قدیمی ساعت‌هاشون رو می‌گذاشتن پای دانلود آهنگ‌های خواننده‌ای که محبوبیتی شگفت‌انگیز داشت. نفرین، خودکشی ممنوع و لنگ کفش آلبوم‌های غیر مجازش بودند. به زعم خودش غیر رسمی. برخلاف بسیاری از همنسلانش، عشق دوربین نبود. حتی به زور عکسی از اون پیدا می‌کردی تو اینترنت. هنوز پوستر مد نبود و جوون‌ها می‌خریدن، می‌زدن به دیوار و کیف می‌کردن، ولی کسی نمی‌دونست اصلاً چه شکلیه تا عکسش رو چاپ کنن. گوشه گیریش بی پایان بود. وقتی آهنگ نشکن دلمو بیرون اومد و آهنگ هیت سال شد، دو جوون شمالی کلیپ دادن و تا مدت‌ها مردم فکر می‌کردن اونها همون محسن‌های معروفن. سال 85 رسید. آلبومی جمع کرد متفاوت از سه اثر قبلیش. صداش هم فرق داشت. برچسب دستگاهی روی حنجرش بود، اما صداش رو مال خودش نمیدونستن. سبک‌های دنس، ترانس، سافت راک و پاپ رو ریخت توی آلبومی به نام متاسفم. میخواست دیگه غیر مجاز نباشه. افتاد دنبال کارهای مجوز. آشنایی نداشت با راهروهای بی پایان ارشاد. کاغذبازی‌ها هم خستش کرد. ناگهان در میانه های شهریور 85 صداش پیچید توی کافینت ها. اون زمان تو هر خونه ای کامپیوتر اینترنت دار پیدا نمی شد. نوجوان ها و جوان ها پولاشون رو جمع می کردن تا ساعتی در یاهو مسنجر سیر کنن. کافینت دار ها هم جدیدترین موزیک ها رو پخش می کردن براشون به عنوان آپشن. دوستداران چاوشی ناامید شدن از مجاز شدنش، اما اون جور دیگه به ماجرا نگاه می کرد. محسن چاوشی عجیب ترین خواننده ی دو دهه اخیر در ایرانه. محسن فرزند پنجم یک خانواده 8 نفر است. سه برادر و دو خواهر داره که هیچ کدوم به طور جدی در حوزه موسیقی فعالیت نمی کنند. او به همراه خانواده‌اش وقتی 20 ساله بود از مشهد به تهران مهاجرت کرد. به گفته خودش تا قبل از خرید کامپیوتر با یک کیبورد و گیتار کار و صداها رو با یک ضبط صوت کوچک ثبت می کرد. این روند ادامه داشت تا اینکه برادرش مهرداد براش مقداری پول میفرسته و او با این پول برای خودش یک کامپیوتر و یک کیبورد بهتر میخره. از این دست اتفاقات در زندگی چاوشی باز هم وجود داره. او برای ساخت موسیقی سنتوری با چند پتو داخل اتاقش رو عایق میکنه و مادرش نیز بیرون اتاق رو با چند پتو میپوشونه تا او صاحب یک استودیو بشه و موسیقی فیلم داریوش مهرجویی در اون متولد میشه. شاید عجیب به نظر برسه، اما موسیقی برای چاوشی در دوره سربازی جدی شد. چاوشی که این روزها اون رو به عنوان یک خواننده معروف میشناسیم، به گفته خودش اهل درس نبود و به زحمت خودش رو به ترم یک دانشگاه در رشته حسابداری رسونده. سر یکی از امتحانا وقتی نتونست به حل یک سوال برسه، ماشین حساب رو به زمین زد، از کلاس بیرون رفت و دیگه به دانشگاه بر نگشت. چند ماه بعد راهی پادگان میشه و آشنایی با سربازی به نام بهزاد احمدوند که در خونشون یک استودیوی کوچک داشت، مسیر زندگی چاوشی رو به طور جدی تغییر میده. او در این دوران چند شعر هم گفته که در آلبوم اولش منتشر شده. جالب اینه که چاوشی در دوره سربازی در یگانه تشریفات موزیک دژبان کل بوده و اونجا هم ساز میزده. انتشار آلبوم های محسن چاوشی در سالهای اخیر بیشتر با حاشیه همراه بوده. گاهی اوقات این حاشیه ها قبل از مجوز گرفتن آلبوم شروع شده و حتی مدت ها بعد از انتشار آلبوم ادامه داشته. آلبوم ابراهیم و بینام که در ابتدا قرار بود نام دومی به نام قمارباز باشه، دو نمونه از همین آلبوم های حاشیه ساز اون هستند که برای مجوز اشعار به مشکل برخوردن و بعد از کش و قوسای زیادی منتشر شدن. البته این حاشیه ها فقط محدود به آلبوم های این خواننده نیست. گاهی او برای انتشار تک آهنگای خودش نیز چالش های عجیبی داره. تا
تازه ترین نمونه اون هم به قطعه الا دختر که برگرفته از یک قطعه فولکست برمیگرده. در قسمتی از آهنگ صدای یکی از کلمه های خوانده شده با یک بوق ممتد جایگزین و منتشر شده. کم پیش میاد محسن چاوشی به حرف بیاد و با رسانه‌ای گفتگو کنه. تعداد گفتگوهای اون در تمام سالهای فعالیتش به کمتر از تعداد انگشتان دست میرسه، اما به جرأت یکی از پرطرفدارترین خواننده های حال حاضر موسیقی کشوره. طرفدارانی که در کنار دوست داشتن تعصب ویژه‌ای نسبت به فعالیت و نقدهایی که متوجه چاوشیه دارند و خودشون رو چاوشیست میدونن. با این حال برخلاف برخی خواننده های همدورش هنوز از میدان خارج نشده و طرفدارانش محدود به دهه خاصی نمیشن. طرفدارانی داره که اون رو آقای خاص صدا میدونن و آلبوم‌هاش معمولاً جز پرفروش‌ترین آلبوم‌های سال هم میشه. محسن چاوشی خواننده‌ایه که میشه اون رو با خودش مقایسه کرد و به همین دلیله که میشه گفت اون در چند سال گذشته با وجود داشتن آهنگ‌های موفق و جریان‌ساز از نوآوری‌هاش عقب مونده، اما همچنان در صدر آهنگ‌هایی به بازار عرضه شده از اون میتوان بی‌رقیب بودن او در سبک و سیاق خودش را دید. با گذشت 16 سال از انتشار آلبوم نفرین تا امروز همچنان ترجیح محسن چاوشی دوری از حضور در مقابل دوربین بود. طی این سالها پیشنهادهای زیادی برای حضور در برنامه‌های گفتگو محور به چاوشی شد که او همه اونها رو رد کرد. خواننده سنتوری حتی در جشن حافظ برای دریافت جایزش برای ترانه این فیلم هم حضور نیافت تا کمترین ویدیو از این خواننده سرشناس در طول این سالها در دسترس باشه. آخرین تلاش برای حضور چاوشی مربوط به برنامه همرفیق با اجرای شهاب حسینی بود. این برنامه قصد داشت چاوشی رو به عنوان یک غافلگیری بزرگ جلوی دوربین بیاره که با وجود تلاش‌ها و مذاکرات انجام شده محسن چاوشی باز هم ترجیح داد جلوی دوربین نیاد. بهمن بابازاده خبرنگار حاشیه موسیقی نوشت حضور محسن چاوشی در برنامه همرفیق تکذیب میشه. چاوشی این روزها در سفری زیارتی به کربلا و نجف رفته و شایعه حضور اسکایپی در این برنامه رو هم تکذیب کرد. اما چندی پیش روزنامه لس آنجلس تایمز در مطلبی به فعالیت‌های خیرخواهانه محسن چاوشی در آزادی زندانیان محکوم به اعدام نوشته. در این مقاله به سراغ وحید محرمی، زندانی محکوم به اعدام رفته. محرمی در این مطلب نوشته من نامه این حکم رو در سیستم زندان دیدم و متوجه شدم که 24 ساعت تا حد اکثر 48 ساعت دیگه با طناب دار فاصله دارم. او تا زمان این اتفاق در 6.5 سالی که در زندان بود اعدام بیش از 130 زندانی دیگر رو در شهر اردبیل به چشم دیده بود. او اجازه خواسته بود تا با مادرش تماس بگیره، وصیت خودش رو بگه و مادرش رو قبل از دیدن بدن بیجانش در حیات زندان آماده کنه. اما یک ناجی اون رو نجات داد و این ناجی یکی از بزرگترین ستارگان پاپ ایران محسن چاوشی بوده. به نوشته این روزنامه این خواننده سال هاست که تلاش میکنه زندانیان محکوم به اعدام رو از طریق تأمین پول دیه مقتول نجات بده. چاوشی 42 ساله تا به حال تونسته بیش از 50 نفر رو از اعدام نجات بده. موفقیت او از کمک طرفداران وفادارش میاد و او بیش از 4.5 میلیون فالوور در اینستاگرام داره که به درخواستای او به کمک به ایرانیان نیازمند پاسخ میدن. چه زندانیان محکوم به اعدامی که نیازمند شدید پول هستند و چه بیمارانی که نیازمند عملی فوری هستند. بهمن بابازاده هم در این باره صحبتی کرده که در مورد چاوشی گفته او به مسائل حساس اجتماعی میپردازه که کمتر هنرمند یا حتی سیاستمداری جرأت نزدیک شدن به اون رو دارن. بیشتر ایرانیان اون رو به عنوان یک منتقد جدی بسیاری از مشکلات اجتماعی میشناسن و به اون اعتماد دارن. به گزارش این روزنامه علاوه بر نجات زندانیان از مرگ، چاوشی تونسته برای حکم 320 نفر از زندانیانی که برای جرایم کوچکتر از جمله عدم پرداخت وام یا برگشت خوردن چک به زندان رفتند هم تخفیف بگیره. در پایان این مطلب وحید محرمی که دیه 1.5 میلیاردی پرداخت کرده که بیش از 1/4 اون رو خود چاوشی پرداخت کرده گفته آرزو داره روزی بتونه ناجی خودش رو ببینه.
ایشون گفته آقای چاوشی، شما فقط جان من رو نجات ندادید، شما مادر من و برادر جوانم رو نجات دادید و من اثبات خواهم کرد که لایق این نجات دادن بودم. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.